روی رم یا نیستم؟ اوکی، امیدوارم که همه چیز خوب باشه، به در سایه خداوند بتونین که روزهای شاد با آرامش داشته باشی. امیدوارم که هر جا هستین زندگی به کامتون بره. برنامه رو شروع میکنیم با کارگردانی یاسر جان و شما تماشاگران که ما رو میبینین. به این هفته، هفته فایند ریزینگ و کمک‌های مالی دارن میگیرن از همه جا. شما لطفتون همیشه به این تلویزیون بود، محبتتون به این تلویزیون بود. به ایمان داریم که کمک‌های شما باعث میشه که هموطنهای ما نجات پیدا بکنن و این کلام به گوش تمام هموطنهای ایرانی برسه تا بتونیم حقیقتاً یک تلویزیون خوب با برنامه‌های جالب که هم فیلم سینمایی میذارن براتون، هم کارتون برای بچه‌ها میذارن، هم برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. و اگر انتقادی دارین از ما میتونین زنگ بزنین یا ایمیل بزنین به ما یا تلفن بزنین به همون پایین صفحه نوشته به ما بگین که واقعا برنامه‌های ما مؤثر هست یا نیست. واقعا ما میخوایم که نظرهای شما را هم بدونیم، نه یه طرفی اینجا وایسیم فقط صحبت بکنیم. دوست داریم که حقیقتا نظرهای شما برای ما خیلی مهمه، چون ما میخوایم اینجا نشستیم که مثبت باشیم برای ملت ایران، کلام خداوند بخونیم و به ملت ایران بگیم که حقیقتا این کلام، کلام زنده خداست و شما به زندگیتون رو تحول ایجاد میکنه و از درون شما رو شاد میکنه و از درون شما رو میسازه به رای راستی و حقیقتاً چیزی که عیسی مسیح گفت رای راستی و حیات به شما نشون میده. خب امیدوارم که همیشه خوب باشین، ولی بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم تا خداوند هدایت کننده برنامه و زندگی ما باشه. خداوند شکرگزار سپاسگزارم برای این لحظه، این وقتی که به من دادی خداوند تا بتونم نام تو رو جلال بدم. ای قدوس، ای روی پاک مسیح خداوندم، من هدایت و حمایت بکن ای خداوند، به تحت رهبری نام تو خداوند کنترل بکن. خداوند برنامه رو در دستای خودت بگی، قلبا رو آماده بکن که هر چی میشنون ای خداوند از کلامت میشنون، آرامش به دلها بیار و خداوند زندگی هاشون رو عوض بکن تا حقیقتا با تو زندگی بکنن و تو خدای حقیقی رو بشناسن. همه اینا رو به نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. خب شمالین عزیز، شما چطورین؟ برای شمالین اگر نگاه کنین حقیقتا ما رو کمک بکنین، به این تلویزیون کمک بکنین، بذار ما بتونیم برنامه های بیشتری بهتری ارائه بدیم. و ایمان دارم که شمایی که عیسی نگاه کردین، اگر شمالی هستین حتما بخصوص می برنامه که کلگه به شماله کمک کنین و ما رو سرافراز کنین، سربلند کنین در این تلویزیون. به شما تهرانی های عزیز، به فارسی زبان های عزیز و تمام ایرانی های عزیز در هر جای ایران باشه، هر استانی باشه که ما رو نگاه میکنین، ما رو سربلند بکنین، کمک بکنین به این تلویزیون که ما بتونیم با برنامه های بهتر بیایم، با تقویت بیایم، با قوتی که شما و از خداوند میگیریم بیایم اینجا برای شما از کلام خداوند بگیم. امیدوارم که همین که برنامه من داره اجرا میشه شما هم زنگ بزنین، حقیقتا زنگ بزنین، کمک مالیتون رو. بچه های هستن که اونجا اتاق کنترل تلفنتون رو جواب میدن و از کمک های مالیتون رو میگیرن، چه کردیت کارت باشه، چه الان میخواین چک بفرستین، آدرس میذاره براتون، چی میخواین همین الان زنگ بزنین کردیت کارت بدین میتونین. به هر حال ما به کمک های شما احتیاج داریم که بتونیم بهتر برنامه رو شروع بکنیم، به آغاز بکنیم، به بهتر اجرا بکنیم، به بهتر کلام خدا رو به گوش آنهایی که نشنیدن و میخوان نجات پیدا بکنن بشنون. هر کمکی که شما میکنین سهم دارین در این پیام رسانی، پیام خدا رو به گوش کسایی که نشنیدن.
به اون دنیا با هم که اونجا هستیم همه با هم سامدار این کلامیم که با هم این کلام خدا رو به گوش بی ایمانان بعد میبینیم که چقدر آدم ها رو ما با توسط این کلام تونستیم نجات بدیم و از دست شریر و شیطان در بیاریم. چون دنیا دنیای شریره، دنیا دنیای شرارته، دنیا دنیای نامردیه، دنیا دنیای زرنگبازیه، دنیایی هست که میگه آقا بزن زرنگ باش که زندگی بهتر بکنی، در صورت که زندگی بهتر در محبت خداست، در محبت کردن هم دیگه، دوست داشتن هم دیگه، کمک کردن هم دیگه. نه دولت ایران که الان نه کمک میکنه به کسی، حتی به ایرانیایی که در ایرانن کمک نمیکنه، کمکهاش میده به فلسطین، کمکهاش میده به لبنان، به یمن، به عراق. همه اینا باور بکنیم برمیگردن از جمهوری اسلامی، برمیگردن میرن به سوی یه نفر دیگه، به سوی عربستان، چون عربن دیگه، میرن به سوی عربستان. شما فکر میکنید که الان ما عربا رو تا پول میدیم؟ خود نصرالله گفته که گفته لبنان، گفته تا موقعی که جمهوری اسلامی به من پول میده من اینجا در خدمتش هستم. یعنی موقعی که پول نتونه بده اینی کارمن نمیدونه دیگه، کار نمیکنم براش. زلزله زدهای توی کرمانشاه، این همه خرابی داریم ما، هیچ کس نمیره ببینی چی خبره. به قول یه هموطن ما، یه بچه رو بغل کرده بود، بعد ماشینی داشت، ماشین آورد به زلزله زدگان هدیه کرد، گفت ای زوارایی که از اینجا میخوایم برین کربلا زیارت بکنیم، بیاین اول هموطنهای خودتون که در کرمانشاه هستن زیارت بکنین، بیاین به اینا کمک بکنین. یک دونه ماشین داشت هدیه کرد. چقدر خوبه ما بیاین به هموطنهای ما کمک کنیم، نریم اینقدر بت پرستی نکنیم. آیا تا حال این همه بت پرستی کردین شما رو به جایی رسون؟ آیا زندگیاتون رو بهتر کرد؟ نه، هر روز زندگیاتون افتاده تر میشه، بدتر میشه، از نظر معنوی، از نظر اخلاقی، از نظر مادی، از نظر اجتماعی، همه چی. چقدر خوبه که ما دست و کمک ما به همین هموطنان باشه. به شماره تلفنی که پایانی تلویزیون میبینی یادتون نره تلفن بزنین و کمک بکنین لطفاً. با اجازه. به هر حال ما حتی این جمهوری اسلامی ایمان به خاک و آب این کشور نداره، اصلا ایرانی نیستن که به ایران اهمیت بدن، ایرانی نیستن که اصلا ایران براشون مهم باشه. ببین اون روز گفتم وقتی اینا خزر این کار کردن، استارتیه برای شهرهای دیگه، برای استانهای دیگه. الان میگن که کیشم اجاره دادن به چینیا. شما نگاه بکنین انسانهای سر کار هستن، روی رأس حکومت هستن که ایرانی نیستن، اصلا ایران براشون مهم نیست، فقط پول و مقام براشون مهمه. همین دزدی کردن، این همه داده فریاد دارن میکنن. شما هر روز دارین توی مدیا، توی فیسبوک، توی هر کدوم از این مدیا رو باز بکنین، تو فضای مجازی میبینین که اینا دارن اختلاس میکنن. 633 میلیارد یه نفر میکنه، 300 میلیارد یه نفر میکنه، 1000 میلیارد یه نفر میکنه. در همین بدبختی و بیچارگی دارن باز همینجوری میدوزدن و میدوزدن و میدوزدن. مردم دلار به 15000 تومن، یک دلار 15000 تومن، زمان شاه ما این با این 15000 تومن دو تا پیکان می‌خریدیم. پیکان بود 9 تا دیگه، الان دلار به 20 تا میرسه، به 25 تا میرسه اگه اینجوری بشه. یک دلار امریکا. یعنی ببینید چقدر ما ضعیف شدیم از نظر اقتصادی، ببینید چقدر ما ضعیف شدیم از نظر هر چیزی که تصور بکنید. در ایران کجا داریم میریم ما؟ چیکار داریم میکنیم ما؟ چرا نشستیم؟
من که گرسنه شدم در ایران چرا نشستم؟ روزی 1000 بار دارم میمیرم دیگه چرا نشستم؟ وقتی اعتراض نمی کنم میگم بلش کن، من نه همسایه من اوهکی بیزا بگونه، من چرا بگونم اوهکی میگه اوهکی بگونه؟ وقتی اینجوری بشه هموطن من همینه دیگه. یه نفر میشینه رأس حکومت به نام خامنه ای، نه سوادش داره نه حکومت داری رو بلده، تمام فامیلاش همه اینقدر بچه‌هاش دزدیدن، اینقدر تو بانکای اروپایی پول ریختن که باور بکن پولای اونا بیاد شاید بگم 10 سال ایرانو بتونی اقتصادش بگردونه. از نوامبر هم دیگه نفتم نمیتونیم بفروشیم. من خدا نکنه اون روز بیاد که جنگ بشه، ولی من نظرم اینه که یه جنگی در راست، خدا نکنه جنگ بشه، چون روسیه با تمام قوا در مدیترانه اومده. چند روز دیگر هم روسیه و ترکیه و ایران با هم میشینن، میسی اینا وکیل وسیع سوریان میشینن بگن که سوریه نمیدونم جنگ بشه یا اینکه صلح بکنن. تمامی هزینه هم کی میده؟ دولت ایران میده. از کیسه کی میبخشه؟ از کیسه مردم. صاحبه میخوده از کیسه خلیفه میبخشه، خلیفه که اون بالاست داری میدوزده. دولت ناکاردان، دولت بدون واقعا بدون شعور حکومتی را داره میگردونه که اصلا حکومت ایران که اونجا مرکزیت داره در آسیا داره نابود میکنه. هیچ کس هم تخصص در کار خودش ندارن. ملا باید بره آقا توی علمیه قوم بره اونجا درس دینی خودش بده. ملای چی به سیاست؟ به قول باز شیوان فومنی ما میگه سیاست اشپتکایه، تو چی دنی چپ چیسه و راست کویدن رایه، ایبچی آیسته بشو انتی سلایه، تو بغل پچی غنات دست پنجه سوایه. سیاست یه چیز دیگه است. تو میگه هنوز غناتم نشدی، تو هنوز برو باغله تو بپس، تو یه چی به مملکت داری؟ بچه ها زنگ بزنین که من خوشحال بشم دیگه، زنگ بزنین به اون شماره که پایین است، بذار من قوی تر بشم، دل قوی بشم، با کلام خدا رو با هیجان بیشتر بگم. لطفا زنگ بزنین، ما واقعا به کمک های شما احتیاج داریم که این تلویزیون روی پای خودش بمونه. خرج زیاده و احتیاج داریم که کمک بکنیم. ما اگه از برنامه های ما خوشتون میاد واقعا کمک رو میکنیم که بتونیم این برنامه رو بهتر و بهتر اجرا بکنیم. ولی چون امروز چون وقت زیاد ندارم میرم برای کلام خداوند، چون حرفا زیاده، به تمام تلویزیونی ها دارن از گرفتاری و بدبختی ایران دارن میگن و زود میخوام تموم بکنم که با برادر کشی رسول بشینم که برای فایند رنزینگ دوباره کمک ها بتونیم برنامه های بهتری برای شما ارائه بدیم. میخوام امروز از دوم قرنتیان 6:14 براتون بخونم. میگه رابطه ایماندار و بی ایمان مثل اینه میمونه که شما از یک ایماندار و بی ایمان، یه نفر ایمان داره به خدای زنده، یه نفر ایمان نداره اصلا. نمیگم جنگی در کار باشه که با هم زور بگن آقا چون من ایمان دارم تو این کار بکن، نه. ولی خدا میگه با بی ایمانداران پیوند و همبستگی ایجاد نکنید. چجوری میگه همبستگی ایجاد نکنید؟ کسی که میخواد ازدواج بکنه مثلا با یه بی ایمان وقتی ازدواج میکنه، همین بی ایمان بودن و ایمان داره بحثشون میشه، چون اون ایمان نداره
هر کاری انجام میده، یکی ایمان داره نمیخواد هر کاری انجام بده، طبق دستور خداوند میخواد را بره، نمیخواد. البته این نیست که خدا به شما بگه که شاد نباشین در زندگی، این نیست که خدا بهتون بگه که اصلا نمیدونم زندگی عادی نکنین، همیشه این فقط را برین، این کار بکنین. نه، میتونی برید خوشی تو بکنی، پارتی تو داشته باشی، زندگی تو بکنی شاد. خداوند تو رو اسیر که نیافریده، که خداوند تو رو آزاد آفریده. اینی پدری است که اینقدر آزاد تو رو میذاره تو زندگی، ولی به یه تعلیم میده، تعلیم درست، و آزادم میگه زندگی بکن. برده که نیستی، فرزند من هستی، آزاد زندگی بکن، برو خوشی بکن، برو زندگی بکن، ولی در هر کاری با حکمت برو جلو. میگه آیا میتوان بین پاکی و گناه پیوند باشد؟ خداوند از گناه بیزاره، میتونه یک گناه اینجا باشه و خوبی هم بیاد با اون گناه سازش بکنه؟ نه، نمیتونه. میتونه مثلا شما بگین که اینجا نور روشنایی تاریکی هم بیاد با هم رفیق باشن؟ تاریکی دنیای تاریکیه، دنیای روشنایی دنیای روشناییه. وقتی کارهایی میخوان زشت بکنن، کارهایی که نمیخوان مردم ببینن، در تاریکی انجام میدن. چرا؟ برای اینکه مردم اینا رو نبینن. اگه کسی که شفاف صحبت میکنه، کسی که میخواد زندگی روک راستی داشته باشه، در نور و در راستی زندگی میکنه. آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباطی دارن؟ نه، اون تاریک این روشن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. یا بین مسیح و شیطان توافقی وجود دارد؟ مسیح منجی عالم، شیطان شریر روی زمین، آیا پیوندی توی مسیح و با اون است؟ نه. مسیح بهت میگه آقا رای درست برو، برای اینکه زندگیت شاد باشه، زندگیت خوب باشه. ولی شیطان بهت میگه نه، برو سر اونو کلا بذار، پول اینو بردار، زرنگی بکن، زیر پای یه نفر خالی بکن، خودتو دست کم نگیر، برو بزن تو گوش اون، برو بگو حرفتو بزن. شیطان کارش همینه، آشفت بازار میخواد، گلالود کردن رودخانه و مای گرفتن رو میخواد، ولی مسیح شفاف سازی رو میخواد، راه رو در نور به نشون میده. میگه آقا این راهی که داری میری، میفتی توی چاله، توی چاه، این راهی که میری خطرناکه، این راهی که من به میگم برو، هم زندگی سالمی داری، هم زندگیت شاده، هم میتونی زندگی خوبی داشته باشی با آرامش. مثل این دایشی ها، آیا تو زندگی دایشی ها رو قبول دارین؟ نه. وقتی به اسلامیان میگی اینا دایش همون اسلامه، میگن نه خیر، یه حرف ها چیه، القاعده اسلام نیست، دایش اسلام نیست، من نمیدونم بوکو حرام اسلام نیست. اسلام کجاست؟ اینا همه که دارن از اون قرآن دارن میخونن، که همه از یک کتاب دارن میخونن، که میکشن سرتو میبرن از همون آیه میدن، نمیدونم میخوان تو رو محکوم بکنن از همون آیه میدن. خب همه دارن نمونی میگن شما ایرانیا مسلمون نیستین، شما یه مسلمونی میخواین تشریفاتی شاهنشاهی، که هم اصلا کر نمیکنه کتاب خودش، علیکی میگه من مسلمونم. چی مسلمونی؟ مسلمونی چی؟ نباید بدت بیاد، کتاب تو برو بخون، علیکی نگو مثلا دایشی اسلام نیست، اون یکی نیست، برو بخون ببین تمام اون دستورات کتاب داره اینا انجام میدن. به من و به افرادی که دارن میگن خورده نگیر، برو اون کتاب بخون. آیا بین یک ایماندار و بی ایمان وجه اشتراکی هست؟ ایماندار میخواد حرفی که خدا زده بهش، دستوری که خدا داده،
اجرا بکنه. ولی بیمان میگه ولش کن، میگه مثلا یه جا داری کار میکنی، میگه آقا از پول این بدوز، ولش کن بابا، یه حوصله داری، این کلی داره پول در میاره. ولی ایماندار میگه نه آقا، اون پول در بیاره به من چی ربطی داره، من پول خودم میخوام، من کاری که دارم میکنم پول خودم میگیرم. اینا هم مثال دارم میزنم، خودتون فکر بکنید. یا میتوان خانه خدا را با بتخانه یکی دانست؟ شما خانه خدا را با این بتخانه ای که در عربستانی یکی میدونین؟ مرده داشت صحبت میگرد تو تلویزیون، میگفت که یکی از یه آخوندهای بدون عمامه، کد شلواری، میگفت که زمان آخر بشه دجال وقتی میاد یهودی ها مسیحا رو همه رو با خودش میاره که بر علیه مردم مسلمون جنگ بکنه. اینجا اگر اسمت مسلمون باشه دجال باهات کار نداره، اگه مسیحی باشی فلان، عیسی مسیح با دو تا فرشته، بال فرشته میاد پایین، صلیبو میشکنه، میگه که من اینا دروغ میگفتم، من روی صلیب نرفتم، اینا از خودشون در آوردن، یه نفر دیگه بود. مگه میشه مسیح رو صلیب، مسیح برای صلیب شدن آمده بود، اصلا صلیب مسیح معنی مسیحیته. اگه عیسی مسیح صلیب نشده بود چیزی من نداشتم صحبت بکنم که، اگه مثل پیغمبرای دیگه مرده بود که من چیزی نداشتم بگم که از مرده چی حاجتی میخواست بیان بده. چون عیسی مسیح روی صلیب رفت، مرد، بعد از 3 روز قیام کرد، زنده شد، با روی خدا زنده شد، و من مسیح زنده رو میپرستم، دنبال روی مسیح زندم، نه دنبال روی مرده ها و بتخانه ها. برای این میگه، دیروز دیدم توی همین فضای مجازی همه ردیف واسطه بودن، مثل معذرت میخوام، مثل سک خودشون هاها میکردن، میرفتن، نمیدونم قبر امام حسین بود، نمیدونم علی بود، نمیدونم کدوم بود. ولی آیا ای هموطن من، خدا بهت میگه مثل سگ باش، برو یک بوت بپرست؟ خدا میگه بیا نزد من با شادی، بیا نزد من، بیا من به تو رو تقویت بکنم، زندگی بکن، راه رو به نشون بدم، تحول در زندگی ایجاد بکنم. برای یه بتخانه، یک چوب، یک جا هست که من نمیتونم برم اونجا، نمیدونم خودم رو مثل سگ بکنم که. از اون طرف میگی سگ نجسه، ولی از این طرف خودت مثل سگ میکنی. این چی استدلالی از تو میکنی عزیز من؟ تا کی بایستی در تعجر بمانیم ما؟ تا کی نباید کتابی که داریم بخونیم؟ میگه زیرا شما خانه خدای زنده هستیم و خدا در شما ساکن است. آنی که به مسیح ایمان میاره روی خداوند در او ظاهره، در باطن ماست. وقتی روی خداوند باشه ما میتونیم چی؟ با خدای زنده زندگی بکنیم. بریم یک سرود بشنویم، به کمکاتون یادتون نره، تلفن یادتون نره، خواهشن تلفن بکنین، ما رو سربلند بکنین. مرسی. با دیدن این جلال خداوند تو رو بپرستیم، تو رو بستاییم خداوند. من چه مهیب است کارهای تو، چه عظیم است آن نام تو، چه مهیب است کارهای تو، چه عظیم است آن نام تو خداوند، چه مهیب است کارهای تو، چه عظیم است آن نام تو، راه‌های تو سلامتی است، شفای
دوستت را نام پر جلال تو را میخوانی نام قدوست را نزد آنیم خدای نزد آنیم خدای بی نظیر است آغوش تو آن گرمای حضور تو بی نظیر است آغوش تو آن گرمای حضور تو راهای تو سلامتی است شفای این جانهای ما به جلال تو نگریم ستایشت با درود دوباره به ملت عزیز ایران، با درودی که عزیزان من که ما رو واقعا خوشحال میکنین که میشینین پای آنلاین یا تلویزیون ما رو میبینین، خوشحال میشیم که به کلام خداوند گوش میدین. امیدوارم که این کلام خداوند زندگیاتون رو پر از شادی، پر از محبت و پر از آرامش بکنه. به ایمان دارم که این خدایی که ما ازش صحبت میکنیم آرامش دهنده است. زندگی هایی که با سختی میگذره خداوند، ایمان دارم وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری، وقتی از عیسی مسیح کمک میطلبی، خداوند تو رو به آسانی عبور میده از این گرفتاری های زندگی. نمیگم گرفتاری ها نمیان، برای اینکه دنیا دنیای شرارت و شریر، دنیا دنیای دجال، دنیا دنیای شیطانیه. پریروز تو همین فضای مجازی، نه فضای مجازی بود، توی همین تلویزیون های فکر کنم کانال یک بود، زنگ زده بود یه دختر، اینقدر ناامید بود این دختر، اینقدر ناامیدانه صحبت میکرد، دختر 25 ساله، اشکم در اومد خدایش. واقعا اشک آدم در میاد وقتی پای صحبت جوانای ایران میشینه، میبینن اینقدر ناامیدن در زندگی. دختر به اون تحصیل کردگی که عوضی که بایستی آیندهش عالی باشه در کشوری که پر از ثروته ولی پر از دزد و غارتگر اومدن، دختر میگه که من شب میخوابم دوست ندارم صبح پاشم. چرا اینقدر ناامیدی جوانای ما رو گرفت؟ تریاک اگه در 40 سال پیش بود 2000 تومن، الان هم همون 2000 تومنه. چرا تریاک گرون نمیشه؟ چرا دلار گرون میشه؟ چرا پوشک بچه گرون میشه، احتکار میشه؟ چرا
غذایی گرون میشه، چرا این همه اجناس گرون میشه، چرا مواد مخدر گرون نمیکنن؟ در تمام کوچه ها آزاد مینشینن مواد مخدر مصرف میکنن. اینا میخوان مردم ما به مواد و اینا احتیاط داشته باشن، دیگه کاری به اینا نداشته باشن. ملت شما باید از بی‌تفاوتی در بیاین. امروز روز هست که شما بایستی دست به دست هم اتحاد به خرج بدین تا بتونین این ببین میدونی چیره میمونه. من شمالی هم، وقتی درخت پرتقال ما داشتیم اونجا بهار بود شته میزد روش، اینقدر شته میزد که نمیذاش این پرتقاله این نارنگیه رشد بکنه. بعد تا سمپاشی نمیکردی درخت از بین میبرد. اینا مثل همون شتن تمام ایران گرفتن، یک سمپاشی احتیاجه که اینا رو همه رو بندازه بیرون. شما اون سمپاشی هستین که میخواییم بیاین با اتحاد خودتون همه میلیونی بیاین بیرون اعتراض بکنیم، بگیم ما رفراندوم میخواییم، ما شما رو نمیخواییم. همین، نه جایی رو بشکنین نه ایچی، ولی باید اتحاد داشته باشیم، میلیونی بیاین بیرون. نگین رهبر نداریم یا این بیاد، رهبر زیاده تو همون ایرانن، اینقدر آدمای باسواد و پر از تکنیک و تخصص دارن که ما احتیاج نداریم زیاد. این همه سرمایه‌ای که رفتن همه برمیگردن به ایران. ایران ببینین بعد از اینکه این سما از ایران رفتن. دختره میگفت که عشق اینجا رویا شده، عشق یک جوان رویا شده براش. دختر 15 ساله میگه با مرد 80 ساله پولدار میره میخوابه، به خاطری که زندگیش داغونه، پدر مادرش پول نداره، میره با اون صیغه اون میشه که بتونه خرج پدر مادر و خودش رو در بیاره. این چه روزگاری است برای ما؟ این چه زندگی است که برای ما اینا به وجود آوردن؟ چنان که او فرموده است، من در ایشان ساکن خواهم شد و در میانشان اقامت خواهم گزید و من خدای آنان خواهم بود و ایشان قوم من. خداوند عیسی مسیح میگه من هر لحظه که منو صدا بزنی با تو هستم. فقط ایمان و اعتماد به خداوند داشته باش. وقتی ایمان و اعتماد داشته باشی صدا بزنی، میگه اگه یک دانه خردل اینقدر ریزه، میگه طبق مثل دانه خردل ایمان داشته باشی به من، من کاری که از میخوای از من برات انجام میدم. ولی با ایمان، با اعتماد به خداوند. از این روز که خدا میفرماید از میان گناهکاران خارج شوید، خود را از ایشان جدا سازید. همه اینایی که این همه اومدن ایران گرفتن، دارن در گناه و در بدبختی و بیچارگی ایران به خاک رو سیاه نشوندن، شما باید اینا رو بیرون بکنین تا پای خدای زنده بیاد اونجا. زندگی شما پر از نور، پر از آرامش، پر از خوشی باشه. من ایمان دارم که وقتی ایمان دارم اولش که دست خدا در ایرانه. امسال سال پیروزی ایرانی هست، چون دست خداست. فقط همت تو و گفته تو خدایا ما رو نجات بده، ای به نام عیسی مسیح، ای خداوند ما رو فقط نجات بده از دست اینا. خداوند میشنوه. اینقدر به این بت‌ها نچسبین، بت‌ها هیچ کاری برای شما انجام نمیدن. مردن مرده دست نزد، دست دراز نکنین. خود را از ایشان جدا سازید، به چیزهای ناپاک دست نزنید تا شما را بپذیرم. امروز دیدین همیشه هر جا هستی همه به خاطری که میگن زرنگم، همه میخوان سر هم دیگر کلا بذارن. امروز روز کلاهبرداری نیست هموطن من. امروز روزی نیست که ما جدا بشیم از هم دیگر. امروز روزی نیست که ما زیر پای هم دیگر خالی بکنیم. امروز روز اتحاد، امروز روز پیروزی ما ایرانی هست در نام خداوند.
هیچ کس نمیتونه کاری برای ما انجام بده. منتظر امریکا نباشیم، امریکا داره کار خودش انجام میده. چجوری؟ از نظر اقتصادی اینقدر فشار میاره به این دولت که ملت پاشن اینا رو بندازن بیرون. فقط یک دونه همت میخواد و ایمان دارم که اون همت ایرانی ها دارن. نذارین دوباره کشور ما رو بگیرن. عربا ببین با الان پول کمی که دارن، اینقدر ارزش پول ما کم شده، در مشهد فاحشه خونه باز شده که تظاهرات عظیمی در مشهد شده بود. مردم پا شدن که عربا بریم بیرون، اینجا فاحشه خونه نیست، اینجا تایلند نیست، میگن تایلند دومه. چرا باید ما به این روز بیفتیم؟ زمان شاه یه دونه معذرت میخوام ببخشید شهر نو داشت، میگفتن که اونجا خرابخونه است. خب اون یه خرابخونه داشت، ولی الان همه جا خرابخونه شده. که از نظر اخلاق رفتار، اصلا وقتی با ایران صحبت میکنی با اون جوونا، میگه شما بیاین ببینیم، فقط ببینین همه با هم نارو میزنن، همه از همدیگر گریزانن، همه زائرین، همه زائرین، هیچ کس کمک به هیچ کس نمیکنه. البته نیست هیچ کس به هیچ کس، بالاخره 10% هستن که دلشون میسوزه کمک میکنن و من ایمان دارم و میبینم، خودم دارم میبینم چه کسایی هستن کمک دارن میکنن. واقعا دستشون در نکنه، خدا بهشون برکت بده. به ایمان دارم که برکت خداوند در خانه هاشون جاری میشه. ما نمیخوایم مذهبی باشیم. مذهبی شدن روزیه که زندگی ما رو از هم میپاشه. خدا نمیخواد تو مذهبی بشی. با کارهای خوب ما نیست که خداوند ما رو میبخشه. تو بگو خدای منو ببخش، هر گناهی کردی بیا در راه خدا از این دفعه سالم زندگی بکن. نه مذهبی، سالم زندگی بکن، مثل انسان زندگی بکن. خدا احتیاج نداره که تو اونجا بیفتی غلط بزنی توی امامزاده، وردای علکی بخونی. تو هر جا هستی خدا رو صدا بزن، خدا گوش داره میشنوه. اینقدر ضعیف از ضعف صحبت نکن. در مقابل این خدا بیست و بگو ای خداوند، من ایمان دارم اگه ضعیفم تو قوی هستی، تو میتونی منو بلند کنی، من ایمان دارم. یک ذره از گناه ها خودمونو بکشیم کنار، این گناه ها ما رو نابود داره میکنه، ایران ما رو داره نابود میکنه. این بت پرستی ها، هرچی هم که الان جوون ها من میدونم که دیگه از اینا زده شدن، اینقدر اینا خدا خدا گفتن، اون خدای شیطانی رو آوردن، خدایی که خدای اصلی نبود، هی میگن خدا خدا، اینقدر بتای شریر آوردن به مردم معرفی کردن، مردم از همه چی بیزار شدن. ولی عیسی مسیح زنده است. عیسی مسیح تو رو در بند نمیذاره. عیسی مسیح وقتی صداش میزنی تو رو آزاد میکنه. اینی مدایی که برای حسین میخوند، مدایی میکرد 25 سال، وقتی لوش دادن، زنشو نامردی کردن، ازش گرفتن، همین مداها، وقتی در دپرس رفت، یه نفر اومد بهش گفت که اینقدر تو حسین حسین گفتی، امروز بگو یا عیسی مسیح کمکم بکن. وقتی میگه نام عیسی مسیح شنیدم، تمام بدنم اصلا یه چیزی دیگه شد، درونم آتشی شد. اصلا بعد میگه به اون زنگ زدم، یه کتاب مقدس ازش گرفتم، خوندم، دیدم اصلا این کجا و اون کجا. خدایی که اینقدر محبت در این آرامش میده با آدم. بعدم میگه که ناراحت شدم، گفتم او خدای من، بگونم بی ایمان شدم، من کافر شدم، منه ببخش. رفت یه عزت دوست سرش گفت منه ببخش. در اون اتاقی که بود گریه و زاری میکرد، خدای من گناهکار و کافر شدم، دستی آمد روی شانش که عیسی مسیح بود، گفت فرزندم من تو رو بخشیدم.
من همانی هستم خداوند تو که اومدم بگم تو رو بخشیدم، با تمام گناهان تو رو بخشیدم. میگه اون لحظه گفتم وای خداوند با من حرف بزنه، این خدایی که من نمیتونم ازم باهاش حرف بزنم، ولی این اون خدا نبود، این عیسی مسیح بود. میگه تمام درونم یه دفعه میسی که آب سرد ریختن، تمام درونم هیجان زده شد، گرمای احساس کردم وقتی دیدم حضور خداوند در مقابل من. میگه تو رو بخشیدم، زانو زدم، گریه کردم. از اون روز وقتی کتاب خون، بعد دیگه خیلی داستانش طولانیه، لو دادن اینو، بالاخره پدر مادر همه از این بیزار شدن، اینم زد اومد بیرون رفت بلژیک. یعنی 25 سال مدعی میکرد، خلا همیشه داشت در درونش. ما با بوتا نمیدونیم خلای درونی خودمونو درست بکنیم، چون امروز وقت من زیاد نیست. شما رو به خدای بزرگ میسپرم و شما رو به دستای عیسی مسیح میسپرم. به ایمان دارم که خداوند هست که شما رو نجات میده. فقط نام عیسی مسیح رو بخوانین و عمل بکن و بگو عیسی مسیح تو کمکم بگو، من دارم میرم برای گرفتن حقم. تلفن یادتون نره، به اون شماره که پایین تلفن بزنین ما رو کمک بکنین که ما بهتر بتونیم برنامه‌های بهتری برای شما اجرا بکنیم. شما رو به دستای خدای زنده میسپرم و از دلم میخوام که واقعا ایرانی سرفراز باشه، ایرانی شاد باشه، سربلند باشه، ایران ما سربلند باشه. از ته قلبم میگم، از تمام سلولای بدنم میخوام که هر ایرانی نجات پیدا بکنه، هر ایرانی زندگی شاد داشته باشه مثل مردم. نه کینه ای به کسی داریم، نه دعوایی با کسی داریم، نه دشمن کسی هستیم. ما آدم دشمن نیستیم، بلکه ما میخوایم محبت بکنیم به تمام همسایگان ما، نشون بدیم که ما خدایی رو میپرستیم که خدای زنده است. شما رو به دستای خدای زنده به عیسی مسیح میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درود دیگر.